ببینید، این در واقع دولتی که بینش حاکم برش بینش سرمایه‌دارانه هست، یعنی قوه ما خب به هر حال دولت‌های بعد از 68 رو داریم روش صحبت می‌کنیم، در مورد عمده دولت مردان، یعنی عمده نگاه حاکم بر قوه مجریه ما الانش هم همینه. بخش عمده از نگاه حاکم بر قوه مجریه ما خب نگاه سرمایه‌دارانه است. این نگاه نئولیبرالی که میگیم همینه، یعنی نگاه سرمایه‌دارانه. این نگاه اساس و بعد وقتی که وزرایی که تو این دولت هستن، مدیرانی که این دولت هستن، خیلیشون سرمایه دارن، 1000 میلیارد، 500 میلیارد، کمتر بیشتر، نم فلانجا سرمایه گذاری کردن، 10 تا شرکت عضو هیئت مدیرشن، 20 تا فلان. جالب، برخی از مسئولینی که سالها هم یا وزیر بودن یا معاون، یعنی همش در کار دولتی بودن و بعد سرمایه‌شون مثلا میشه 1000 میلیارد. اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. یعنی شما ببینید تمام عمرشون رو این آدم، تمام 37 سال رو اگر این آقا یا آقایون مشابه اینا مدیر بودن، حقوقای مدیریت هم گرفته باشن، هیچی هم نخورده باشن، 1000 میلیارد نمیشه. و بعد به علاوه این که باز دارم عرض میکنم، مسئله فقط این نیست که ما بگیم خب حالا اینا یه عده‌شون حاصل کاره. ببینید کار مشروع هیچ وقت به سرمایه کلان اینجور به اصطلاح انباشته شده تا بدل نمیشه. کار مشروعی که شما مالیاتشو بدید، حقوق شرعیش رو بدید، حاصل رنجتون باشه، حاصل روزنه های فراقانونی نباشه. این سرمایه ها حاصل دور زدن قانونه، این سرمایه ها حاصل حضور داشتن در مصدر امر، بهره مند شدن از رانت هاست، بهره مند شدن از وام هاست، بهره مند شدن از مکانیزم هایی که حضور داشتن در قدرت بر آدم فراهم میکنه. این سرمایه حاصل اینه، یعنی بحث اصلا سرمایه مشروع نیست. خب وقتی چنین نگاهی حاکمه، این نگاه اصلا اولا دغدغه‌ای برای مسئله فقر و به اصطلاح بی‌عدالتی و گرسنگی آدم‌ها نداره. ثانیاً هم راه حل‌هایی که جستجو می‌کنن جالبه. یعنی ببینید اینا خیلی قشنگ بحثشون اینه آقا ما می‌خوایم توسعه پیدا کنیم، یه عده‌ای بالاخره این باید این واسط هزینه‌شو بدن. خب چرا هزینه‌شون سرمایه‌دارا نباشه؟ اشاره کردن باتوم هم وارد می‌کردن. دقیق اصلا شما نگاه کنید مدل‌های نئولیبرالی همه جا همینه. همه جا و تو خود دولت مدان دوره کارگزاران ما هم بود دیگه، اون آقای وزیری که الان خارج از کشور است، لندن است، ایشون رسما گفته بود دیگه، گفته بود که آقا جان وقتی که مردم اعتراض میکردن به اون فشار تورم 49% میدونید، تورم 49% در زمان در سال 1974 ما داشتیم در دولت سازندگی کارگزاران، وقتی که به اون اعتراضاتی پیش اومده بود اینها، تو جلسه شورای امنیت ملی گفته بود خب باتوم بخرید، باتوم و سپر بخرید. این منطقه اینا اساساً، یعنی شما نگاه کنید تو شیلی هم اینا به همین شیوه اول کردن. وقتی پینوشه به اصطلاح حکومت رو گرفت، دو مشاور اصلیش دو تا از این مرادهای نئولیبرالای وطنی ما هستن، یکی فریدمن بود، میلتون فریدمن، یکی هم فردریش فون هایک. اینا اصلا تزشون همین بود، آقا یه عده این وسط له میشن ولی توسعه به دست میاریم. جالب اینه توسعه هم به دست نمیاریم آخه، نکته اینه. اما نکته ای که شما فرمودید در مورد این چیز، در مورد بحث اشرا سرمایه خارجی، الان صحبت کنم راجع به سرمایه خارجی اونها. ببینید جالب اینه، اینها یعنی نگاه سرمایه‌دارانه ای که درست نقطه مقابل نگاه امامه، اما انکار میکنه این رو که نقطه مقابل نگاه امامه، میخواد تحریف کنه نگاه امام رو. این نگاه انقلابی گری رو، عدالت خواهی رو، آرمان خواهی رو میگه اینا افراطی گری است، اینا بی خردی است. بعد درست نگاه کنید این نگاه سر پل سیاست امپریالیسم جهانی است. یعنی ما دو تا دشمن، عدالت تو ایران بعد از انقلاب دو تا دشمن داره، یکیش نظام استکبار سرمایه‌داری جهانیه، یکی این طبقه نوظهور سرمایه‌دار داخل کشوره، که متاسفانه این طبقه نوظهور سرمایه‌دار داخل کشور اولا طیفشون از خود مدیران و اینها هستن که یه طبقه نوظهوری از بعد از به هر حال تو این خصوصی سازی ها اینا ظهور کردن. بینش حاکم بر بخش اصلی قوه مجریه ما هم همینه. اینا دشمنان عدالت، اصلا به دنبال عدالت نیستن، به دنبال بازتوزیع ثروت ها نیستن. اینا خیلی براشون طبیعیه که یه عده‌ای مثلا در فقر زندگی کنن، حداقلی زندگی کنن، یه عده زیادی، یه عده کمی هم در رفاه زندگی کنن. خیلی براشون طبیعیه این مسئله. و اتفاقا همین ها هستن که میگن که همین دول نگاه نئولیبرال ها و همین سرمایه‌داران نوظهورن که میگن ما باید با نظام جهانی کنار بیایم، تو هاضمه اقتصاد جهانی هضم بشیم، ما اصلا نباید به دنبال مبارزه باشیم. چرا؟ چون اینا اساسا وقتی مبارزه صورت بگیره، اینا ببینید اینا با آرمانگرایی، عدالت خواهی، اینا با انقلابی گری، اینا سر ستیز دادن. اینا نمایندگان اشرافی گری، رفاه زدگی، نمایندگان سازش با نظام جهانی.